برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد هشدار داده جنگ و درگیری‌هایی که از 12 سال پیش در سوریه ادامه دارد 90% از مردم این کشور را به زیر خط فقر کشانده و میلیون‌ها نفر به دلیل کمبود در تأمین مالی با کاهش کمک‌های غذایی در ماه جاری مواجه خواهند شد. به گفته وی درخواست سازمان ملل برای جمع‌آوری کمک 5.4 میلیارد دلاری به سوریه بزرگترین درخواست در جهان است که تاکنون تنها 12% آن تأمین شده است. این امر بدین معناست که کمک‌های غذایی اضطراری به میلیون‌ها سوری احتمالاً به میزان 40% در ماه ژوئیه قطع خواهد شد. بالاترین مرجع بهداشتی جهان وابسته به سازمان ملل در خصوص شیرین کننده مصنوعی آسپارتام گفت به احتمال قریب به یقین استفاده این ماده در نوشابه های رژیمی گازدار منجر به سرطان خواهد شد. این سازمان نتیجه قطعی این تحقیقات را روز 14 ماه ژوئیه به صورت رسمی اعلام خواهد کرد. آسپارتام به عنوان یکی از رایج ترین شیرین کننده های مصنوعی جهان اغلب در نوشابه های رژیمی کوکاکولا، پپسی و دیگر محصولات خوراکی نظیر برخی آدامس ها استفاده می شود. این کمیته علارغم اینکه این ماده را سرطانزا شناخته، اما اشاره‌ای به میزان حد مجاز هر فرد برای استفاده از مشتقات این ماده نکرده است. نشست دو روزه اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت با مخالفت شدید لهستان و مجارستان بدون نتیجه پایان یافت. این دو کشور که مدت‌ها دیدگاه‌های سختگیرانه‌ای در موضوع پذیرش و جابجایی پناهجویان داشتند، پس از گفتگوهای طولانی و فشرده، همچنان روی نظر خود پافشاری کردند. آنها رهبران اتحادیه اروپا را مجبور کردند تا بخش مهاجرت را از نتیجه گیری نهایی این اجلاس دو روزه حذف کنند. مخالفت لهستان و مجارستان در واکنش به توافقی بزرگ برای اصلاح سیستم مهاجرت کنونی بود که در اوایل ماه جاری در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ حاصل شد.